سلام دوستای گلم، به آشپزی خوشمزه خوش اومدید. امروز اومدم با یه آموزش مرغ خوشمزه خوشگل واسهتون که روی میزای مهمونیتون مهموناتون رو سورپرایز کنید. خب حالا که میخوای یه سفره خیلی خوشگل برای مهمونات دیزاین بکنی، بیا با هم دیگه تا این مرغ خوشگل رو یاد بگیریم. دو قاشق غذاخوری ماست، دو قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، ادویه هم زردچوبه، پاپریکا، فلفل سیاه و ادویه کاری از هر کدوم نصف قاشق چایخوری و اگه پودر پیاز داشتی کمی و یه قاشق غذاخوری آب لیمو و دو قاشق غذاخوری روغن مایع رو بهش اضافه میکنیم و این مواد رو با همدیگه میکس میکنیم. اگه پودر سیر هم داشتید میتونید به جای پودر پیاز از پودر سیر استفاده کنیم، این اشکالی نداره. و اگه هیچ کدومش هم نداشتید بازم میتونید اینا رو بهش اضافه نکنید، البته اگه باشه که خیلی خوشمزه تر میکنه طعمشو. بعد من مرغی که استفاده کردم دوتا مرغ 800 گرمی هستش که اون رو از قسمت سینه برش دادم و پهنش کردم، یه حالت پروانه‌ای پیدا کرده که اونو توی تصویر بهتون نشون میدم. خب الان اون موادی که درست کردیم رو به مرغا اضافه میکنیم و با دست تمام قسمت‌های مرغ رو آغشته به این مواد میکنیم، تمام قسمت‌هاش رو. شما اگه وقت داشته باشید میتونید از مثلا یه روز قبل این کار رو بکنید که اون طعمش کاملا به خورد مرغ بره، و اگه هم وقت نداشتید میتونید یک ساعت این مواد مرینت یک ساعت باهاش باشه کافیه. خب همینطور که در تصویر میبینید من این مرغ رو از قسمت سینه برش دادم که حالت پروانه، یعنی دست و پاش باز شده و حالت پروانه پیدا کرده مرغمون. کاملا همه جاشو آغشته به این مواد مرینت میکنیم. و خب من از روز قبل این کار رو کردم و مواد مرینت رو به مرغم اضافه کردم و داخل یخچال به مدت 24 ساعت قرارش دادم. در این مرحله سینی فرم و یه دونه کاغذ روغنی میذارم و مرغامو داخلش میذارم و یکم سبزیجات هم داخل همون یکم مواد مرینت اضافه داشتم. مواد سبزیجاتم رو داخلش آغشته کردم و کنار مرغام گذاشتم. یکی از ترفندهایی که برای اینکه مرغتون رنگ و لعاب قشنگی داشته باشه این هستش که شما قبل از اینکه داخل فر بذارید حتما یک کاغذ روغنی رو خیس کنید و اینجوری روی مرغتون بذارید. اونو داخل فری که از قبل 10 دقیقه قبل گرمش کردید با دمای 200 درجه قرار میدیم مدت 1 ساعت. بله این صحنه زیبا رو خواهید دید که بعد 1 ساعت که مرغمون کاملا پخت اون کاغذ روغنی رو از روش بر میداریم و به مدت 5 دقیقه قسمت گریل گازمون رو روشن میکنیم و اون رو روی آخرین درجه میذاریم و وقتی که روش کاملا اینجوری طلایی شد اون رو از داخل فر در میاریم. دوستای گلم دیدی چقدر راحت درست شد؟ امیدوارم که شما هم درست کنید و میزای مهمونیتون رو با این مرغ خوشمزه پروانه خوشگل دیزاین بکنید و خودتون و مهموناتون رو سورپرایز کنید. برای من کامنت بذارید، لایک بکنید که من انگیزه داشته باشم که دوباره براتون آموزش خوشمزه بذارم. من این مرغ رو در کنار یه برنج زعفرانی که با تحتیگ زعفرانی در پست قبلی آموزشش هست میتونید نگاه کنید و من باهاش دیزاینش کردم. امیدوارم که شما هم درست بکنید و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. تا یه آموزش دیگه فعلا بدرود.